بزن بزن تو بزن. یا عبر فقط برسونیش به جایی. حالت خوب نیست، باید یه کاری بکنیم. به کمکت احتیاج دارم. یه نفر زخمی شده. پیش شما باشه خیالم راحت تره. به وقتی جیکی میفرستم بیاد ازتون بگیره. جریان این پیرزنه چیه که به خاطر این کیف کشته شده؟ یه نفر اشتباهی کشته شده، این بده، قبول. ولی مگه غیر از اینه که نتیجه ای کار مهمه؟ امیری که تو اسمشو یدک میکشی در جنگ صفین آب رو در اختیار داشت. میتونست آب رو به روی معاویه ببنده، اون راحت شکست بده. اگر معاویه در اون جنگ شکست میخورد، خیلی از فجایع در تاریخ اتفاق نمیافتاد، از جمله عاشورا و چه و چه و چه. اما امیری کار نکرد. میدونی چرا؟ بلکه نمیخواست با ناجوان مردی حریفش شکست بده. امیر، ما پیر زیر به هر قیمتی نمیخواییم. میخوای از ایران بری؟ به چه امیدی؟ بدون پدر، بدون هیچ کس. کسای دیگه هم هستن اونجا. اون کیفه کجاست؟ پیش یه آدم مطمئن. اون دختره میخواد چیکار کنه؟ مشکل منم الان دقیقا همینه دیگه. شما باید یه خونه امن تشکیل بدین. منو اون باشین؟ تنها؟ یه چند نفری رو میفرستم سراغت به اسم قوم و خویش. سلام آبجی، دانشگاه قبول شدم. فردا هم یکی دیگه میاد اینجا، اون برادرسه. مثلا اسمش مهرانه. چی شده؟ چته؟ به تو ربطی نداره. لابد متوجه رفتارش شدی. مهران، اون اطلاعات زیادی داره. اگه لو بره خیلی ها رو میشناسه. یعنی ناچاریم، ولی من مطمئنم که اون اجره شهیدو میبره. کمر آدمو هیچ چی تا نمیکنه الا یه زن. خلاصه راحتت کنم، بچه‌مو برداشت رفت.
سلام. سلام علیکم. ببخشید من سید حسن رو میخوام ببینم. هنوز با خودت قرص سیانور داری؟ بله. نخور برای بدن ضرر داره. نه خیر آجا، حفظ جان از جمله واجبات. بله، گریز از مرگ دشوار نیست، گریز از بدی دشواره. زیرا چی آقا؟ بدی از مرگ تندتر میدوه. این حدیث که فرمودین از کی بود؟ از سقراط. راستی بعدی که شما رفتی ساواک اومد خونه ما. شرمنده، درد سر خودتون کم بود، منو بهش اضافه شد. نه بابا، چه درد سری، من همه چیره انکار کردم، خودم زدم به اون را. راضی باشی چند تام داری وری پشت سر شما گفتم. دست شما درد نکنه. اومدی برای کیف؟ بله. خب تا غروب باید صبر کنی میرزای ما بیاد. عجله که نداری؟ منتظر میمونم. امیر خبرهای خوبی از زندان نمیاد. چی شده؟ چشماتو باز کن امیر. شما عملگرا شدین. اون جریان فکری قطع شده، دست از تحقیق و مطالعه و تفسیر برداشتیم. تفنگ دست گرفتیم، میخوام به ضرب و زور تفنگ دنیا رو درستش کنیم، با همه بجنگیم. تو این شرایط مگه غیر از جنگیدنم راهی مونده؟ امیر جان، یک برکه وقتی به جریان آب وصل باشه زنده میمونه، تازه میشه، موجودات داخلش تغذیه میشن. اما وقتی که جریان قطع شد میشه چی؟ میشه مرداب. موجودات داخلش هم میفتن به جونم، همه میخورن. خاصیت مرداب دیگه. It's now or never. Come hold me tight. Elvis Presley. فوق‌العاده است. واقعا ارزشش رو داشت. فکر نمی‌کنم. چرا؟ مگه تو می‌دونی اینا چیه؟ دقیقا. خب پس منظورت چیه؟ با کشتن مهران مخالفم. بیگناه. اگه کسی جلوشو نگیره ممکنه بازم یه عده بیگناه کشته بشن. بیا این آدرس، اینا رو ببر اینجا بده ترجمه کنن. الان بچه ها میرسن، باید اعلامیه رو آماده کنن. باش. فقط این آدرس رو میبرم، ممکنه وسطی را گیر بیافتم. احتمالش صفر نیست، باید احتیاط کرد. بی احتیاطی هم نکنی ممکنه بالاخره یکی این کارو بکنه. تو دقیقا منظور چیه؟ من میگم بیاین بچه های سازمان یه تست بگیریم. اصلا یه اتاق شکنجه درست میکنی، بچه ها رو میفرستیم اون تو. هر کی تونست تحمل بکنه اون میتونه با سازمان ادامه بده. مثلا خود تو فکر میکنی چقدر بتونی تحمل کنی؟ یه ساعت، دو ساعت، یه روز؟ دو دقیقه هم نمیتونم تحمل کنم. من یه آرتیست زودرنجم. فکر میکنی اجازه میدم که بهم دست بزنن؟ لباسم و حتی هم در بیارن؟ تحقیرم کنن؟
بخوابونن رو تخت و زیرم شمع روشن کنن و شلاقم بزنن یا ناخونم رو بکشن. واسه همینم شوکرانم همیشه دم دستم. مشکل منم دقیقا همینه. چرا محمود این کار رو نکرد؟ چرا اون این کپسول رو نخورد؟ باش قانع شد. اصلا ولش میکنیم بره تو خیابون هر کاری دلش میخواد بکنه. خوبه؟ بفرسینش به زفار مثل خیلی های دیگه. تو فکر میکنی اونجا میتونه دووم بیاره؟ جاش امتره؟ به دست دشمن کشته بشه بهتر از اینه که به دست خودی. من با بالا صحبت میکنم. حالا تو فکر نمیکنم قبول کنم چون اونا تصمیمشونو گرفتن. اگه بخوان بفرستنش عمان مشکل تهیه گذرنامه و کلی دنگ و فنگ است. باش پس اینطوری بهشون بگو اگه بلایی سر مهران بیاد دیگه با سازمان همکاری نمی کنم. شاید اینطوری قبول کنه. امیر من با تو هم. بهتر زودتر بری برسی خونه. چرا؟ مگه نمیخوای نجاتش بدی؟ چیکار واسه کنی؟ برو حالا بهت میگم. کی برمیگردی؟ برمیگردی. خوب شد همه چی رو فهمیدم. سلام. سلام میخوام. کجا؟ یه ماموریته. امشب بر نمیگردیم خونه. ماموریتی امشب لغوه. بهتر. من مسئله‌شو نداشتم. میرم یه قدمی بزنم. چرا؟ عمر یکی به دنیا هست. من پیش فرهاد میام. یکی باید از این دیوونه مراقبت کنه. یکی هم باید مراقب تو باشه. قراره بفرستن ای زفار. زفار کجاست؟ اما یه دی با حکومت در افتادم. با سازمانم یه مراوداتی دارم. سازمان داره براشون پزشک و نیروهای آموزشی میفرسته. شاه هم داره از حکومت عمان دفاع میکنه. واسه شون سرباز و تسلیحات میفرسته. یه چند روزیه میخوام یه داستان بنویسم اما نمیتونم. راجبه چیه؟ یه زوج چیریک. خب برای همین نمیتونی. چرا؟ برای اینکه چیریک زوج نمیشه. چیریک باید هر لحظه که خواست بتونه بکنه و بره از همه چیز دیگه چه برسه به زوج. اینو کی میگه؟ هر چیزی یه طبیعتی داره. این طبیعت ما بارزه است. سلام. سلام. این کت ماست شستشو میخواستم بدم. تا دو روز دیگه آماده است. نمیشه زودتر؟ فردا ساعت 6. فقط جیباشو خوب نگشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مهران، 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 پاشو باید بریم دیره. سلام. سلام. کشتیم شدی. دست در نکنه. امیرخان ببخشید، من بعضی وقتا مگسی میشدم. مراقب خودت باش. خداحافظ. خداحافظ. برید به امان خدا. الو، 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 تلفن ما کنترل میشه هنوز؟ اگه دوست ندارین نشه. صدا از یک تلفن عمومی بود. میتونن تشخیص بدن کجان؟ البته. اگه کیوسک تلفن نزدیکشون باشه پیدا کردنشون آسون میشه. چند تا مأمور میذارم اون اطراف. فکر میکنی اونا بودن؟ پروانه بود.
سلام. سلام. چقدر دیر کردی؟ هواپیماش تاخیر داشت. تو فرودگاه مشکل پیش نیومد؟ نه. یه دقیقه بیا اینجا بشین، میخوام یه موضوع مهم رو بهت بگم. بعد بری یه جای دیگه. کجا؟ یه جای دیگه. کی باید بریم؟ بری تنها. ناراحت شدی؟ عادت کردم به اینجا. فقط به اینجا؟ چایی بیارم. پروانه تو چقدر دستات یخه؟ فکر میکنی رابطه ای وجود داره؟ آدم باید خیلی کودن باشه که نفهمه. امیر فقط به آرماناش فکر میکنه. سازمان خیلی اصرار داشت که با هم ازدواج کنین، اما اون قبول نکرد. یه چریک باید عادت کنه به تنهایی. کاری که من هیچ وقت نتونستم بکنم. من دیگه باید برم. چادره بفرما. قیافت خیلی برام آشناس. حتما قبلا اینجا لباس آوردین. چند وقت اینجا کار میکنی؟ یه ماهی میشه. شاگردیه دیگه. تا حالا نیومده بودم اینجا. میبردم این پایین تر. این دفعه کنجکاف شدم ببینم اینجا چه خبره. گفتم شاید ارزونتر بگیری. شما بخواین تخفیف هم میدی. خوبه. اما نگفتی کجا دیدمت. شما شغلتون چیه؟ کی حاضر میشه؟ اینا یه چه رو دیگه. سرم یه ذره شلوغه. واسه همین نمیرسیم. آدرس شما تلفنتون رو بگین. برای چه آدرس شماره تلفن میپرسی؟ برای اینکه اگه زودتر آماده شد زنگ بزنیم بهتون دیگه. لازم نکرده.
دیگه نمیخواد از مردم آدرس و شماره تماس بپرسی. چشم. تو هیچ وقت سر کارت به پلیس نیفتاده؟ نه بابا، پلیس کجا بود؟ خوبه، بهتره که هیچ وقت نیفته، سرت به کار خودت باشه. تخفیفم لازم نکرده بدی، کارتو خوب انجام بدی انعام میگیری. مخلصی. یکی از مامورای شکنجه خودمون دیدم. کسی نمیتونه تو رو شکنجه کنه. فکر کنم تو مامور شکنجه اون بودی. آره بهشون خوش نگذشت. نیمرو میخوری؟ من دارم میرم. کجا؟ قراره برم یه جای دیگه. یه جای دیگه؟ کسی به من حرفی نزده؟ اگر عمیزت فرقی نمی کرد. شما هیچ جا نمیری؟ به تو ربطی نداره. ربطی ندارم و احساس خوبی ندارم. نمیتونم تنهاتون بذارم. دفعه قبلم که میخواستین اسلحه ها رو جابجا بکنین، سازمان میخواست شما گیر بیافتین. من نذاشتم. مثل اینکه موقعیت خودتون رو فراموش کردین. شما از خانواده یه مقام ارشد هستین، اگه اتفاقی براتون بیافته ابعاد سیاسی پیدا میکنه. پس چرا اینو زودتر به هم نگفتی؟ نمیشد. یعنی مطمئن نبودم اصلا اون اول قصدشون این بوده، اما بعد که نذاشتم شما دستگیر بشین گفتن یه نقشه بوده. پس بی جهت داری از خودت یه قهرمان درست میکنی. قهرمان؟ لازم نیست خودتونو برای من به درد سر بندازی. به فکر خودت باش. پروانه خانم، شما داشتین زندگیتونو میکردین، اما من ربطی به تو نداره. انتخاب خودم بود. من داشتم شب و روزم رو میگذروندم بدون هیچ هدفی. تو چشم منو به بقیه چیزا باز کردی. من از اون چارچوبای احمقانه و داستان پردازی های فانتزیم بیرون کشیدی. اما حالا دیگه بهتره هرکی راه خودشو بره. من نمیدونم تو چرا میخوای از من مراقبت کنی. من مانع تو میشم، دست و پاتو میبندم. میدونم. نه، شما جون منو نجات دادین. کار مهمی نکردم. من اینجا فقط یه پوششم، یکی که باعث میشه به اینجا شک نکنن. اینو هر کس دیگه ای هم میتونه انجام بده. اینطوری نیست پروانه خانم. هست. میخوام وسایلم از دل جمع کنم و برم. برم تا فقط صدای خودت بپیچه. میدونم موضوع ناکارآمد بودن اینا نیست.
نشونه های یه چیز دیگه است. تو عاشق شدی. عاشق شدم یه طوری حرف میزنه انگاری عاشقی جرم همه مثل تو محکم نیستن که دلشون رو واسه خدا خلوت کنن من آدمم یه مرد رو دوست دارم اونقدر که کوچکترین رفتارش ترس و امید تو دلم به وجود میاره دائم در نوسان دنبال تعادل و آرامشم من نمیتونم اینجا بمونم تو اسم آدم ها احساس و عاطفه‌شون رو بذار هوس و خیال یا هرچی خالی از عطر زمین من دیگه نمیتونم باید برم تو هم منتظر شد تا بیشتر عاشق خدا بشی ببینم کی زودتر به خدا میرسه اول خانم خواهش میکنم چرا متوجه وضعیتمون نیستین؟ یه جوری رفتار میکنین انگار از هیچی خبر ندارین من فراریم دیگه هیچ امکانی برای یه زندگی عادی ندارم من نمیتونم خوشبختتون کنم نمیتونم من خوشبختی رو نمیخوام در این شب سر بیدارم و بس دل تنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد
کندم تو با من هم سفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر بودی جز داغ از تو ندیدم ای عشق خاموش یاد فراموش در شب سر خاموشم و گفتم دل از این